میهن من، ای فدایت تان بکن من، پرفهار تر از سر گوهر، خود بار که تو بطن من، سرفراز باشی میهن من، ای فدایت تان بکن من، پرفهار تر از سر گوهر، خود بار که تو بطن من. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم همه خوب و خوش و خرم باشید و تشکر میکنم از حضور شما در ضیافت گفتگوی امروز و امیدوارم در آغوش گرم خانواده خود هر جا که هستید با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه یا یک لیوان شربت بهلیمو در این ضیافت گفتگو شرکت کنید و ما را از گفتار و اطلاعات خودتون بهره‌مند بفرمایید. هفته هایی که گذشت و هفته هایی که داره میاد یواش یواش داغ داره میشه، نه از لحاظ حرارت هوا ولی از لحاظ رسیدن به اون ضرب العجل هایی که همه مردم ایران و همه مردم ممالک دیگه که با جمهوری اسلامی ایران قراری بستن، توافقی کردن که این توافق رو به نظر ملت‌های خودشون برسونن و بعد که این شد و ببینیم که نتیجه‌اش چه خواهد شد. از حالا صحبت‌های خیلی زیادی هستش که چی شده و چی نشده و کی چی گفته و کی چی نگفته و ما همیشه از اون روز اول گفتیم که اگر شما میدونید که یک نفر از شما خیلی قوی تر هست، از شما تمام امکاناتش بیشتر هست و شما تونستید این شخص رو از حریم خودتون دور بکنید، بزرگترین اشتباه این هستش که یک لای در رو باز بگذارید که این انگوشش رو لای اون در بذار و بعدن که بیاد تو. و این اشتباه درباره امریکا و انگلیس انجام شده و البته بی سر و صدا و با سر و صدا این لانه جاسوسی انگلیس ها باز دوباره شروع به کار کرد و آقای ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وزیر امور خارجه انگلیس رو خوش آمد گفتند و این روابط در یک سطحی شروع شده و ما امیدواریم در همون سطح کوچیکش بمونه و بلکه انشالله از بین بره، چون ما بارها اینجا گفتیم کسی که در انگلیس انقدر بمونه که دو لیوان آب بخوره به این شخص دیگه نمیشه اعتماد کرد، چه برسه که اون شخص مال همون منطقه مال انگلیس باشه. و انگلیسی هم در تمام تاریخ 300 سال گذشته ثابت کردن که جز استثمار کار دیگه بلد نیستن و در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم 20 تا یا 25 تا مملکت، بلکم 35 تا مملکت هستش که اینا زیر اون چتر مشترک المنافع
انگلیس دارن فعالیت میکنن و رئیسشون ملکه انگلیس یا پادشاه انگلیس هست. خب در حال حاضر خانم الیزابت هست که ایشون پادشاه اونجا هستن و بعد از اون حالا هر کی خواهد بود که تحت همین روال بزرگترین سیستم استثماری هنوز و هنوز در چیز زیر فرمان خانواده وینزور هست و ما امیدواریم که این خانواده اگر قدرتی دارن، اگر قدرتی ندارن، اگر میتونن، اگر نمیتونن، دست از سر مردم دنیا بردارن و بذارن مردم یه آب خنکی یا یه آب راحت از گلوشون پایین بره و اینقدر دردسر برای مردم ایجاد نکنن. و خالی از این نیستش که شما بدونید که بزرگترین فجایع رو در ایران همین انگلیسی ها به بار آوردن، چه از زمان قاجار باشه که اونقدر زمین های مختلف ایران رو از دست دادن گرفتن، و چه در زمان شاه باشه که آخرین فاجعهشون بحرین بود که بحرین رو از ایران جدا کردن، و چه در زمان مصدق باشه که اولین نخست وزیر منتخب مردم رو اونطوری کله پا کردن، و بعد از اون هم در انقلاب که شد پشت اون صدام رو گرفتن و مجبور کردن آقایونی مثل آقای رفسنجانی با جام زهر به طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران برن و مجبور کنن که ایشون این جام زهر رو بنوشن، و چند سباهی بعد از اون بود که ایشون هم فوت کردن. و در حال حاضر همین جام زهر به دست ها باز دوباره دارن همون کاراشون رو میکنن و ما یک چیز کوچولی 8 دقیقه بیشتر نیست، یه ویدیوی 8 دقیقه ای هست که دوست داریم این رو با هم تماشا بکنیم و انشالله بتونیم برگردیم و سوالی چیزی هست راجع به اون با شما در میون بگذاریم. در ضمن شماره تلفن تماس شما با ما این هست که 202-753-9933. لطف بفرمایید این ویدیو رو لطفا با هم تماشا کنید. آمریکا برای رابطه نیاز داشت سالهای آخر جنگ، لذا سال 1865 در 4 خرداد آمریکایی آمدن اینجا، کیک و شیرینی و نمیدونم کلت و انجیل و کلیدی آوردن. این کلیده رو امام وقتی متوجه شد برخورد کرد، گفت در اون ساعت باشون مذاکره نکنید، بیاد تو ساعت پایین. و اینا 3 روز هم تو تهران بودن تو هتل مربوطه، تحویل گرفته نشدن و رفتن و مذاکرات به هم خورد. 6 ماه بعد صدای قضیه در اومد، امام فرمود به یه نفر که برو همینجا تو جلو لانه جاسوسی، روز 13 آبان بود، جلو همین لانه جاسوسی برو به مردم بگو تو نماز جمعه بگو. خب مسئله مطرح شد و 6 ماه بعد مردم فهمیدن که آمریکایی‌ها برای همچین نیتی آمده بودن، امام هم مسئله رو جلوشو گرفت. بعضیا حسرت اون کلیده تو دلشون بود، 27 سال بعد اون کلیده رو در سال 92 عجیبشون در آوردن، گفتن این کلید حلال مشکلاته. 70 میلیون نفر مردم فکر کردن منظور از این کلید که آقا ما یه کلیدی داریم، طرحهای تو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص کار کردیم، میندازیم مشکلات اقتصادی رو حل میکنیم. همه مردم فکر کردن منظور از این کلید حل مشکلات اقتصادی. تیر ماه امسال وقتی که توافق وین انجام شد و قطعنامه 2231 قطعی شد و به این مراحل رسید، دوباره کلید رو اومد. معلوم شد بابا منظور این بوده، همونی که اون دوستمون داره میگه که تابو مذاکره شکسته شد، که آقا کلید رو اون دفعه شما آمریکایی‌ها آوردید، امام نپذیرفت، حالا از طرف ما کلید آمده، باز کنیم این درو. منظور از حل مشکلات با کلید مشکلات اقتصادی و چه نبود، مشکل رابطه با آمریکا بود. نیت طرف ایرانی مسئله تحریم و سانتریفیوژ نبوده، مسئلهش رابطه با آمریکا و مذاکره با آمریکا بوده. کما اینکه بارها رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص گفتن به این مرحله ختم نمیشه، ادامه خواهد داشت،
هی رهبر مملکت اومد گفت آقا جان فقط برای انرژی هسته‌ای و پرونده هسته‌ای. اینا بلافاصله اومدن گفتن نه محدود به این نمیشه، ادامه خواهد داشت از این به بعد هم. جیکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا همون 5/5/94 گفت تحریم ها رو بخشی عمدهش رو حفظ میکنیم. ایران اقدامات شرورانه ای در منطقه انجام میده و در حوزه حقوق بشر و غیره برای اونا حفظ کردیم. اقدامات شرورانه وزیر خزانه داری شدیم که به او میگی هم جنس باز نباش، حرف تو میشه اقدام شرورانه. به او میگی بیا به سمت دین، به او میگی آقا دعوتش میکنی به اسلام، میشه حرف شرورانه. به او میگی آقا سوریه رو نابود کردی چرا، لبنان رو نابود کردی، عراق رو نابود کردی چرا، اومدی اونجا میگی یمن رو چرا دادید بمبارون کنن، میشه اقدام شرورانه اگه حرف رو زدی. توافق وین که بهش غلط میگن برجام و قطعنامه 2231 زمینه رو برای SSR جمهوری اسلامی فراهم میکنه. معادله رو نگاه کنید تو فرمولی که گفته شد برد برد، یه چیزی دادیم یه چیزی گرفتیم. حالا گفتن دو تا گل خوردیم، سه تا گل زدیم. من نمیدونم این چجوری میشه برد برد، یعنی نسبت 2-3، چون غالبا مساوی که باشه میگه آقا مثلا هیچ بردیم. خب بالاخره این بعد از استادای ریاضی پرسید دیگه. حالا غیر از این که این دولت مشکل زبان انگلیسی داره، فارغ التحصیلان انگلیس و آمریکا مشکل زبان انگلیسی دارن، ضمناً مشکل ریاضی هم دارن. داده ها چیست؟ آنچه که در انرژی هسته‌ای داشتیم. چی گرفتیم؟ بخشی از تحریم های مالی اقتصادی رفع شده. ضلع سوم بازی چیه؟ ضلع سومش اینه پیامد این داده و ستانده چیه؟ این میشه نتایج استثار. ببینیم آنچه که دادیم اینه اشراف اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی غربی بر تکنولوژی هسته‌ای جمهوری اسلامی، هم اطلاعات محرمانه‌ای که اینجا داده میشه به آژانس آمانو بدو بدو میبره میده به کاخ سفید، فقط سخنگوی سازمان انرژی اتمی میاد توی تلویزیون مصاحبه میکنه میگه آقای آمانو اونی که دادیم دستت امانته. تا الان حداقل تو سه هفته گذشته دو بار شنیدید. فقط میان میگن آقا ما چیزی دادیم دستت امانته، اون به این حرفا اعتماد نداره. اینا اول بولا میشن میرن به اسرائیل گزارش میدن تو مذاکراتشون. قبلا ما این اشتباه رو کردیم، اطلاعات رو دادیم دست آژانس، اومدن دانشمندامون رو ترور کردن. حالا غیر از اینکه اطلاعات رو خودمون میدیم، 150 نفر جاسوس هم از این به بعد دیگه تثبیت میشن، ضمن اینکه هر کجا هم چون پروتکل الحاقی رو قراره بپذیریم دیگه، دولت گفته پذیرفته، الان داره داوطلبانه اجرا میکنه. مبتنی بر این قضیه اونا بالاخره مسئله اکسس و دسترسی رو میخوان دیگه، بعد دسترسی داشته باشن، اینجا رو میخوان بگردن، اونجا رو میخوان بگردن. حالا مونده این مصیبت، استقلال در صنعت اتمی نداریم، استقلال در صنعت کشاورزی نداریم، استقلال در صنعت هوایی معنی نداره، استقلال در مفهومی به نام تولید نفت نداره. در این دولت استقلال و خودکفایی زیر سواله، چون همون کسانی که سند پایه برنامه چهارم توسعه رو آخر دولت خاتمی نوشتن و رهبری از اون کتاب ناراحت شد، اون کتاب رو بعدن جمع کردن خمیر کردن، همونها امروز تئوریسین ها و مشاوران همین دولتن، دارن برنامه اقتصادی سالهای آینده رو می‌نویسن و اینها اعتقادی به استقلال و خودکفایی در کشور ندارن. دشمن از این مذاکرات همونطوری که امروز اعلام کرده ایران دشمنه، نیت‌هایی برای براندازی نظام داره، برای فروپاشی از درون داره. یدیوت آهارونوت بعد از نشست آمریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها، دو روز بعد از اون توافق، دو روز بعد از مذاکره به اصطلاح دیداری که مسئولین آمریکایی در کنگره آمریکا داشتن، یدیوت آهارونوت راست که وبسایت داخلی هم منعکس کردن، نوشت که آمریکا و اسرائیل به این توافق رسیدن بعد از مرحله توافق ژنو روی فروپاشی از درون نظام جمهوری اسلامی کار کنن. برای فروپاشی از درونی اسب تروا میخوان که جریان لیبرالی نقشون اسب تروا رو بازی کنه. قطعنامه 2231 هم شمشیر داموکلسی باشه بغل گردن جمهوری اسلامی، از درون استحاله و فروپاشی رو صورت بدن، توان انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی رو خونسا کنن، سپاه پاسداران رو مهار کنن، دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی رو به انزوا بکشونن و خونسا کنن، منزوی کنن، نیروهای انقلاب رو هم دچار افسردگی کنن. ما دستمون نسبت به متون پایه و موارد جنبی و اینکه بدانیم دشمن چطور فکر میکنه پرتر از این حرف هست دوستان لیبرال داخل. لذا خیالتون راحت باشه، نه نیروهای انقلاب اسلامی مثل قضیه مرحله جام زهر در سال 67 دچار افسردگی سیاسی میشن امروز،
نه اینکه میدون رو خالی میکنن برای لیبرال هایی که بخوان مملکت رو دو دستی به غرب واگذار کنن، نه در آمریکا نه در ایران جایی برای آمریکایی ها وجود دارد، مقامات آمریکایی و غیره که بخوان بیان اینجا مثلا سفارت بزنن و حال تابوی مذاکرات شکست و غیر و ذالک، نه اینکه SSR آمریکایی ها به نتیجه خواهد نشست و نه اینکه آمریکایی ها خواهند توانست جمهوری اسلامی رو وارد مرحله خروشچوفیزه شدن، انقلاب اسلامی رو وارد مرحله خروشچوفیزه شدن کنن و مرحله گورباچوفی. جمهوری اسلامی چیا رو ممکنه، ولی اهالی انقلاب اسلامی رو نخواهند توانست. خب امیدوارم که این ویدیو کوتاه رو تونستید ملاحظه بفرمایید و در این نکات خیلی 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 مهمی وجود داشت که امیدوارم گرفته باشید، و اون این بودش که در زمانی که ایران انقلاب کرد و جمهوری اسلامی ایران به وجود اومد و این جمهوری اسلامی ایران به وسیله مردم به وجود اومد، نه به وسیله یک خانواده، دو خانواده، سه خانواده که حالا اینا اومدن دارن میگن که ما خانواده هایی بودیم که انقلاب رو به ثمر رسوندیم، اینا حرف بی خوده و هیچ پایه و اساسی نداره. و در میون اینها اون زمان شخصی بود که با زمان ریگان با امریکایی ها زیر پرده تماس گرفته بود و اونها هم به همدیگه چیزایی گفته بودن و فلانی حرفا و یکوی پتشون رو آب افتاد. حالا کی اینا رو لوداد من نمیدونم، ولی وقتی اینا لودادن اینها رو و از اون افراد مسئول اون زمان پرسیدن که قضیه چی بوده و شنیدیم کیک براتون آوردن، شنیدیم این کار رو کردن اون کردن، گفت بله کیک آوردن. گفتن خب کیک رو چی کار کردیم؟ گفت خوردیم. بگم ببین چه رو رو ببین، واقعا بگم اصلا قابل توصیف نیست که چطور کسی بعد از تمام این قربانی هایی که مردم ایران دادن، تمام این جوان هایی که شهید شدن در راه وطن برای گرفتن استقلالشون، با یک ذره این ورونور اینا رو همه رو بریزن دور، عقب نشینی بکنن، جزیره فاب رو پس بدن و جای دیگه رو پس بدن و بعدم که جام زهر رو بدن دست امام خمینی و ایشون قبول کنن این آتش بس رو. و دوروبری ها خب بالاخره حضرت امام اطلاعاتشون چیزی بودش که اونا که بهشون میگفتن. در حال حاضر هم یه همچین حالتی داره پیش میاد، به این معنی که یک پیشرفتایی شده در صنعت، در فراوری استفاده صلح‌آمیز از نیروی اتمی و اینها به جایی رسیده که باز دوباره حالا اینا رو کی لو داده، در زمان کی لو دادن و چه دو نفر بودن که رفتن و توافقی کردن و جلوی اروپایی‌ها یا هر کی که اون موقع مدعی ایران بود قرار مدار گذاشتن، همون دو نفر حالا اومدن یکیشون شده وزیر امور خارجه، یکیشون هم شده رئیس جمهور ایران. این همون تیمه و به اضافه اون کسی که پشت پرده که جام زهر رو به دست حضرت امام داده بود، اینا همه برگشتن. و ما یک چیزی هم داریم اینجا که نمیشه امریکا و پرونده هستی ایران که خیلی قشنگ اینو داره یه نفر شرح میده و من اجازه میگیرم یه ذرهشو بخونم. دوستان، شنوندگان، بینندگان محترم، اگر دوست دارید به ما زنگ بزنید، شماره تلفن ما هست 202-753-99-33. سلام از کردم. بینندگان محترم، دوست از ما آقای سربی بودن با ما داشتن صحبت میکردن، منتها چون
تو این دستگاه ها تلفن و این کامپیوتر با هم صدا پخش پس و پیش میشد، ایشون انشالله با یک تلفنی دیگه با ما تماس میگیرن، حالا چطوری نمیدونم. بله بله، اینو داشتیم میخونی که یکی از پیشرفته ترین دانش ها و فناوری های دوران معاصر دانش و فناوری هسته‌ای است و طیف وسیع از دانش های گوناگون را در بر میگیرد. سلام عرض کردم، حالا بهتر شدیم الحمدلله. تشکر میکنم از لطف شما و من صدامون رو باز بلند کردم اینجا چون صدا از این طریق بر میگشت. بله، وقتی که در ایران در اون روز بهمن که انقلاب شد و 20 بهمن، البته من تاریخ فارسیش نمیدونم، 1979 بود این انقلاب انجام شد و در همون وهله اول یک مقدار زیادی استقلال داخلی ایران برای خودش پیدا کرد و در همون زمان بود که دیگه اون جاسوس ها و اون مراکز جاسوسی که امریکا داشت یا جای دیگه داشتن اینا همه از دست دادن. مخصوصا در لبنان یه آقایی بود به نام باکلی یا برکلی اسمی داشت که ایشون رئیس اون منطقه بودن از لحاظ سیستم جاسوسی و اینا برای چندین سال دستشون بریده بود و بعد که جنگ عراق رو تحمیل کردن به ایران و ایرانی ها رو سعی کردن عقب بنشونن و سعی کردن از بین ببرن، خب ایرانی ها یواش یواش پیشرفت کردن تا جایی که بصره یه هفته مونده بود که بیفته و اون زمان بودش که اون آقایونی که اونجا بستر کار بودن یه جوری پنهانی یه جوری با همدیگه تماسایی حاصل شد و گفتن که شما بستر رو نگیرین چون این به نفعتون نیست، اگه این کار رو بکنید برید کنار و ما این کار رو میکنیم اون کار رو میکنیم. و اونجا اولین روزنه برای بازگشت استثمار باز شد و در اون زمان آقای رفسنجانی بودن، مثل که در زمان آقای ریگان بودین قضیه، که ایشون اولین روزنه را برای بازگشت استکبار به داخل انقلاب جمهوری اسلامی ایران باز کرد و با اون باز کردن اولین روزنه همونطوری که عرض کردیم خدمت شما، اگر شما میدونید یک شخص خیلی از شما زورمندتر هست، از شما خیلی دسترسی به همه چیز داره، گسترده بر تمام همه جا میتونه به شما شما رو تحت نظر قرار بگیره، شما رو تحت تاثیر قرار بده، شما دری رو بستی و این پشت در حالا خودشو داره تیکه پاره میکنه که بلکه بتونه بیاد تو و داستان اون گرگی هستش که چند تا بره داخلی خونه ای چیزی بودن و اینا نمیخواستن در رو با کنن تا اون که اون قیافش رو عوض کرد و اومد تو همه رو درید
و یک همچی چیزی هستش که اینها باز دوباره بعد از چندین سال اومدن همون مهره ها هستن. آقای رفسنجانی هست، آقای روحانی، آقای ظریف، اینا همه مهره های قدیمی هستند که در زمان آقای خاتمی همین قدم ها رو برداشتن. حالا کی لو داد صنایع هستی ایران رو اون زمان ما نمیدونیم، ولی همینقدر میدونیم که اونهایی که اومدن و رفتن و صحبت هایی کردن و قول و قراری دادن این آقایون بودن که حالا باز برگشتن و دارن سعی میکنن ملت ایران رو که در این 35-6 سال گذشته تونستن در مقابل تمام این زورهایی که از جاهای دیگه بهشون وارد میشده استقامت کنن با اون اقتصاد مقاومتی که شروع کردن، به جایی رسیده بود که اینا میگوشن بابا ما اینقدر چیزایی که کردیم اقتصاد هر جای دیگه بود تا حالا کله پا شده بود. از اون روز اول هم شما میشنید که میگوشن اقتصاد ایران هر آن داره اصلا میپاشه و این 30 سال شده اصلا نپاشیده. علت هم داره، علت چند این هست که اقتصاد ایران مثل اقتصادهای اروپا که باشه یا جاهای دیگه بانک مرکزی نیستش که از اون طریق بتونن کاغذ بیارن عدد روش بذارن و بدن به شما و شما فکر کنین پول دارین روز بعد اونو تبدیلش بکنن به هیچی. پس بنابراین اتفاقاتی که اون زمان افتاد نتونستن کاری کنن، حالا باز دوباره برگشتن و سعی دارن میکنن ملت ایران رو که رأی دادن به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی ایران رو انتخاب کردن به عنوان یک دولت، میخوان اینها رو در مقابل عمل انجام شده قرار بدن. عمل انجام شده این هستش که بابا ما در رو وا کردیم، اینا حالا اومدن تو، چاره نداریم جز دستمال دستمون بکنیم و اون کارهایی که قبلا هم میکردیم حالا ما این کارها رو بکنیم. درد سر اینه و اون افرادی هم که حالا در داخل ایران هستن اونها هم دارن سعی دارن میکنن که این پادزهر اینو یه جوری بیان انجام بدن. و در ضمن هر روز هم که میگذره صحبت هایی هست که از ائمه اطهار، صحبت هایی هست که میگن هیچ وقت در مقابل دشمن مشت تو سر دوست خود نزنید. خب ما نمیدونیم حالا دیگه دوست ما کی هست، دشمن ما کی هست، آیا این دوستی که فکر میکنیم دوست هست آیا با اون دشمنی که دشمن هست اینا شبا با هم یه جا میخوابن رو بلند میشن، یا اینکه اینها جدا هستن برای ملت ایران، برای جمهوری اسلامی ایران دارن دل میسوزونن، نه برای خاطر رضایت خاطر اربابی که تمام هم و وقتش در تمام 300 سال گذشته جز بدبختی و بیچارگی برای ملت ما نداشته. و اینو من نمیگم، برید بپرسید ببینید موقع که قحطی آوردن در ایران 5 میلیون 10 میلیون جمعیت ما رو از گرسنگی کشتن. شما فکر کنید یک مملکت رو از گرسنگی به زانو در بیاری بعد بگی خیلی خوب منو قبول کن، نوکریمو قبول کن، یه ذره نون بهت میدن. جمهوری اسلامی ایران انقلابی که اون زمان شد همه اینا رو در هم شکست. مردم از نوکری اومدن بیرون، اومدن آقایی خودشون رو شروع کردن. ولی حالا باز دوباره با این بامبولایی که دارن در میارن میگن بله ما فلان کردیم بهمان کردیم و بیایید و ببرید. و بعدم از طریق شما خوب میدونید که هر سفارتخونه ای در هر مملکتی باشه تحت نظارت وزارت امور خارجه مملکت مهمان میتونه فعالیت کنه و بعضی از چیزهاشو باید حتما به نظر اون مملکت مهمان برسونه. نمیتونه که یک کامیون سربسته برداره بیاره ببره تو سفارتخونهش و بگه به هیچ کس مربوط نیست. ولی خب اینا دارن همین کارو میکنن. تمام دستگاه های کهنه قدیم که با تپ و تپ و تپ و تپ کار میکرد اینا حالا اومدن چیزایی گذاشتن که شما رو رد پاتون رو داشته باشن، صحبتتون رو بتونن بشنون. هر حرکتی هر چیزی داره میشه، چه در مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران باشه، در خبرگان باشه، بقیه باشه، فلان باشه، اینا میخوان تمام این اطلاعات رو در دست داشته باشن. و از فکر نمیدونم شما میتونید درک کنید چی دارم میگم. هر کدوم شما که در ایران هستید یا هر کدوم شما که در ایران به دنیا اومدید حالا جای دیگه هستید، در سفارت انگلیس یک پرونده هست جد و آباد شما اسمشون توش هست،
جد آباد، خب ما تو کدوم پرونده داریم که جد آباد این آقای کمرانی که حالا نخست وزیر انگلیس هست رو داشته باشیم؟ اگه نداریم چرا نداریم؟ چرا اینا باید داشته باشن و ما نداشته باشیم؟ پس بنابراین بدونید استثمار یعنی این که شما رو تحت تاثیر قرار بدن و با اون حالتی که همچی میزنمت مرعوبتون کنن و شما کوتاه بیایید و این انجام شده. حالا این کار که انجام شده، حالا ملت ما چی کار باید در این بر بکنه؟ در مقابل این چی کار باید بکنن؟ اولا به هیچ وجه به هیچ وجه هیچ فراورده خارجی رو نخرید، به هیچ وجه. حتی اگه مجانی به شما بخوام بدن، که همین کارم کردن زمان قدیما، انگلیس هم میوردن تریاک میدادن به مردم، میگفتن این تریاک رو بکشید سوخته شما از شما میخرید. یه دم غافل از همه جا مهم چه خوب این فر اینا رو میکشیدن و سوخته شو میفروختن. بعد رسید یه جایی که یارو اومد گفت ببین اگه تریاک میخوایی برام اینقدر پول بدی تو من بهت بدم. تا اومد حالیش بشه دید نه خیر، نوکر شده، حالا نوکر افیون شده، هر چی داره باید در بیاره بده به این. همون بلایی که سر چینی ها آوردن، سر ایران هم آوردن. این افراد شناخته شده هستن. در مقابل اینها بدلش این هستش که چیزی رو که داره به شما میده رو نخواهی. اون چیزی رو که داره میگه ببین من این چیزو مجانی بهت میخوام بدم، بگو خیلی تشکر میکنم، مال خودت باشه، ما نمیخوایم. چطور امکان داره یک ملتی که در دینش حرام شراب خوردن، در دینش حرام گوشت خوک خوردن، حرام دروغ گفتن، حرام همه این چیزها، با یک مملکت هایی که فقط کارشون این هست بخواد دوستی کنه؟ چطوری میتونی دوستی بکنی؟ چه دوستی؟ بعد ایران میگن بله دوستی با چیز محبت متقابل دن فروت کدوم متقابل؟ یارو نشسته اون بالا اینطوری به داره نگاه میکنه، مگه ندیدیم این چیزها رو؟ و سعی میکنن جوانهای ما، ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، جوانهای ما هستن که در مقابل اینا وایستادن و توشون هم یه ده از این جیگول میگول های هستن که قرتی بازی در میارن، اونم چه خانوم باشن چه آقا باشن، ابروهاشون اونم در میارن فلان میکنن به ما میکنن و آدامس میخوان به جوان و شکلات بخورن. ملت ما با شکلات خوردن و آدامس جویدن نمیتونه از زیر نوکری در بیاد. ملت ما موقعی میتونه از این زیر این استکبار جهانی میگن، از زیر این فشار جهانی در بیاد که به هیچ وجه احتیاجی به هیچ چیزی که اینا دارن نداشته باشه. و ما دونستیم در این 30 خورده سال جمهوری اسلامی ایران، انقلاب ایران، این انجام شده با تمام تحریم ها، با تمام فشار ها، با تمام بستن درها، با تمام این چیزی که یک چیزی که یک قرون قیمتش هست ما باید 10 برابر قیمتش بدیم بخریم و خریدیم و انجام دادیم و پیشرفت کردیم. حالا که داریم دیگه از اون روزنه که بزرگ شده که در بیاییم، یکی بیاد بگی آقا بیایید ما به اینا بگیم، بیایید ما به شما فلان به ما فلان. بزرگترین مانع بزرگی که ایران در مقابل بقیه سیستم ها داره سیستم بانکیشه. سیستم بانکی ایران متصل به بانک های دیگه نیستش. یعنی چی؟ یه جایی هست به نام فدرال ریزرو بهش میگن، هر مملکتی اینو داره فدرال ریزرو. وقتی میگن فدرال ریزرو ما فکر میکنیم که مثلا مال دولت اونجاست، فعلا که فدرال ریزرو یه گروه شخصی هستن که اومدن قبضه کردن سیستم بانکی یک مملکت رو. این قبضه که شده یعنی چی؟ اومدن با همدیگه گفتن خیلی خوب ما خزانه داری رو میتونیم اداره بکنیم. پس به خزانه داری اطلاع میدن که شما هر سال 10 تا اسکناس چاپ بکن. این 10 تا اسکناس هم ما بهتون میگیم کی چاپ کنید و از چه نوع چاپ کنید و این اسکناس ها باید بیاد دست ما، به فدرال ریزرو باید بیاد و فدرال ریزرو میتونه این رو در امور اقتصادی نه فلانی حرفا کنترل کنه که چیز نشه،
تورم نشه و رکود اقتصادی نشه، فلان نشه، بهمان میشه. اونایی که واقعا نمیدونم، یه خب چه اشکالی داره؟ اشکالش این هستش یه کاغذ یکی بر میداره، یه کاغذ روشی عدد مینویسه، این عدد رو به شما میگه اینقدره. شما به هیچ وجه از خودت هیچ اراده نداری، هیچ نوع از خودت قدرت نداری که بابا این کاغذ چی گفتی؟ کاغذ روش نوشته Federal Reserve Note. بعضی از دلارهای قدیم هستش روش نوشته Greenback، نه بعضی های چیزهای دیگه بوده. به هر حال تمام درد ما رو این هستش که چطور امکان داره اونهایی که در ایران پشت گرده مردم سوار شدن، جمهوری اسلامی ایران به ثمر رسید، انقلاب به ثمر رسید، اینقدر مردم کشته دادن، اینقدر مردم در این راه فعالیت کردن و چند نفر بلند شدن میگن ما خانواده انقلاب هستیم. خیلی بیخود دارید این حرفا رو میزنید. شما اگر 10 تا خانواده هستید و 10 نفر تو هر خانواده 100 نفر هستید، 75 میلیون جمعیت ایرانه، اینا انقلاب کردن. انقلاب مال مردم بوده، نه مال چند خانواده. و در حال حاضر هم داره به اونجای پیش میره که سعی دارن میکنن مردم رو در ایران، در جمهوری اسلامی ایران، میخوان اینها رو بر علیه همدیگه چیز کنن، بندازن. و این آرزوشون این هستش. هی گفتن ما از بیرون هر کار کردیم جمهوری اسلامی ایران از بین ببریم، نشد، حالا از داخل شروع میکنیم. و افرادی هستن اونجا، آقایونی هستن که میان و قبلا هم سابقه داشتن، ما اینا رو میبریم و فلان میکنیم. و در مقابل این چطوری شده رهبر جمهوری اسلامی ایران در تمام صحبتهاشون، در تمام گفتارشون، همیشه با کمال شجاعت و صراحت و شفافیت تشکر کردن از اونهایی که در راه خدمت به مردم ایران دارن فعالیت میکنن، ولی همیشه هم گفتن که ما روابطمون با اونهایی که با ما دشمن هستن نمیتونه عادی باشه، روابط عادی ما نمیتونیم داشته باشیم، ما با اونها کاری نداریم. اونها هستن که هی دارن چوب تو چرخ ما میذارن، اونها هستن که افرادی مثل داعش رو درست میکنن، میگن اینا افرادی هستن که میتونن خلیفه مسلمین خودشون رو گفتن، اینها هستن که میگن این افراد داعش از فروش نفت قدرت مالی پیدا کردن. من میخوام بپرسم ای آمریکا، ای انگلیس، شما که میگین اینا دارن از پول نفت قدرت مالی پیدا کردن، این نفت رو کی داره میخره از اینا؟ شما دارید میخرید، خب خیلی غلط میکنید میخرید اینا رو. بمباران که میکنید، چرا بمباران نمیکنید این مراکزی رو که این نفت و این حرفا که دست اینا هست، اینها رو بمباران کنید؟ چرا میرید مردم بدبخت تو خونه هاشون بمباران میکنید؟ بعدم میگیم خب چون ما اون کسی رو نداشتیم که بتونه اینو به ما نشون بده، پس بنابراین ما نتونستیم به هدف درست بخوریم. قضیه سر اینه. مردم ایران هم همین آقای عباسی و بقیه، عباسی هم تنها نیست، افراد دیگه هم هستن، این افرادی که این چیزو نوشتن همین الانه، این چیزی که نوشته شده، من اجازه میگیرم یک ذره بیشتر اینو بخونم. این نوشته که دستاوردهای آن در زمینهای گوناگون همچون پزشکی، کشاورزی، تولید برق، صنایع غذایی، اکتشافات، نفت کاربرد داشته و تصور این که دانش هسته‌ای فقط برای تولید برق و انرژی میباشد تصور صحیح نیست. راست هم میگه فقط برای انرژی برق نیست، صنایع جانبی داره. اونهایی که بلد هستن این چیزها رو ازش استفاده بکنن، صنایع جانبیش خیلی 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 گسترده تر هست تا اینکه از این دانش هستی ازش استفاده بشه برای تولید برق. خب اون هم که خوب اطلاع دارید، میدونید چطوری تولید برق میکنن دیگه. تولید برق این هست که آب و بخار میکنن، بخارم خیلی گرم میشه، فشار میده به یه توربین، توربین میچرخه، توربین که چرخید برق ایجاد میکنه، بعد همه اینا باید بره یه جای خنک بشه. این چیزای بزرگ، این دودکشای خیلی گردن کلفت بزرگ هست، اینطوری دیدید اونهایی که مثلا در امریکا زندگی میکنن، وقتی میرید به طرفای آلاباما و جورجیا از دور که رد میشید میبینید اینا رو که این ده چیزای بزرگ هست. همین نزدیکی خود ما در
پنسیلوانیا یک جایی بود به نام یک جزیره 3 میلی 3 Mile Island، اونجا اینها بودن، صنایع اتمی بود اونجا، اتفاقاتی افتاد که مثل که دستن چیکار کردن. و تنها از این نیستش، صنعت اتم که ازش برق میگیرن فقط و فقط اون از اون حرارت، این وقتی که انفجارات اتمی ایجاد میشه، حرارت خیلی زیادی ایجاد میشه، این آب رو بخار میکنه، آب به اون حرارت خیلی خیلی بالا میرسه که میگن حد اکثر حرارت بخاری، سوپر هیت بهش میگن، که میخوره به این چیز، پره ها فلانی حرفا، و اینا رو بیچرخونه و برق ازش میده، بعدم باید خنکش کنن. بس بنابراین باید یه جایی باشه که این آبی که رفته داخل این چیزا چرخیده و اومده و اینقدر داغ بوده باید حالا خنک بشه، و خنکیش چطوریه؟ باید این حرارت رو پس بده به جو که بره بیرون. و بقیه استفاده صنعتیش پزشکیش هست، چیزای دیگه هست. ببخشید من گروم سیکی گرفت. صنعت هسته‌ای کشور طی چند دهه گذشته فراز و نشیب‌های فراوانی را پشت سر گذاشته و طی این مدت صدها تن از متخصصین، کارشناس رشته‌های گوناگون دانشگاهی دست به دست هم داده تا این صنعت شکوفا گردد و به بار بنشیند. بعد سالهای سال اینا کار کردن، زحمت کشیدن، دانشگاه با صنعت با دولت همه اینا دست تو دست هم داشتن که تونستن این صنعت رو ببرن جلو و بتونن به یه جایی برسونن که ازش بشه استفاده کرد. البته همواره این مسیر با سختی ها و کارشکنی های فراوانی از جانب دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه امریکا همراه بوده است. با همه این مشکلات و ناملایمات، فداکاری برخی عناصر مؤمن و از خود گذشته باعث رشد و اعتلاء صنعت هسته‌ای کشور شد و دستاوردهای بزرگ همچنین دستیابی به غنی‌سازی 20%، برپایی راکتور آب سنگین عراق، راه اندازی فردو، تولید سنتریفیوژهای نسل جدید از جمله ثمرات تلاش‌های خالصانه آنان بود. البته این غنی‌سازی 20% رو ما شاهدش بودیم، 6 سال پیش بود در همین سازمان ملل رئیس جمهور منتخب اون سال اون موقع ایران آقای دکتر احمدی نژاد اومدن گفتن ای ملت، ای مردم، ای دنیا، ما احتیاج داریم برای اون ریاکتوری که در دانشگاه داریم یک صفحه هایی هست که باید 20% غنی شده باشه و ما حاضریم اینا رو بخریم و چون 6 ماه بیشتر نمونده که اینا تموم بشه خواهش میکنیم اینو به ما بفروشید. همه اینا رو گفتم برو فردا بیا، پس فردا بیا، پس اون فردا بیا، فلان و بهمان این حرفا. یه روزشون اومد و گفت ببینید ما تا حالا 6 ماه به شما داریم اطلاع میدیم که ما یه همچین داریم میخواییم بخریم، ما داریم اعلان میکنیم تا 24 ساعت دیگه اگر به ما نفروشی ما خودمون شروع میکنیم غنی سازی. همه خندیدم، خندیدم، گفت برو بابا پیکار تازه. یه دم گفتن خب برفرضم بتونی 20% غنی سازی بکنی، این غنی سازی باید تبدیل بشه به صفحه، و اینم صفحه اینطوری نیستش که مثلا یه چیز رو آواز خونده باشی بتونی رو صفحه ضبطش کنی. اینا کردن 20%شون آماده شد، به صفحه تبدیلش کردن و ما دیدیم که اینو آوردن پایین و خیلی هم چیز بود، یعنی خیلی مقدماتی بود، یعنی اینقدر چیز نبود که قیام اومد فلان، یه چیز سیبی بود آویزون شده بود، یه چیز آوردن پایین اینطوری، صفحه رفت به جاش نشست و شروع کرد تولید کردن ایزوتوپ های دانشگاه که بالا ریاکتور دانشگاه بود. این در یه اون رو دیدن ای داده بیدار ما حالا چیکارش کنیم؟ گفتن ها اینا میخوان بمب بسازن، اینا میخوان فلان کار رو بکنن، فلان بهمان این حرف. و بعدم که خب خودتون میدونی گفتنش هم باز تکرار تکرار چیزهای قبلی هست. یک ویروسی انداختن به نام استاکنت، اومدن دانشمندهای اتمی ایران رو که ما نمیشناختیم اینا از کجا شناختن،
اومدن شناسایی کردن اینا رو، کشتن، ترور کردن، کشتن، از بین بردن. صنایع نظامی ما هم که تمامی موشک ها رو میساخت اونم هدف دادن و اون شخصی که رئیس این کار بود اونم از بین بردن. یعنی چی؟ یعنی به شما میگن آجون ما به شما میگن نکن این کارو، حالا که کردی رو ما همتون رو میکشیم. ما در مقابل این چی باید بکنی؟ در مقابل این باید لنگ بندازی یا در رو ما نکن؟ در مقابل این باید در رو محکم ببندی، یه قفل اضافه هم روش بزنی، خود ملت هم آگاه کنی. ای مردم، آدامس سرنوشت شما رو نمیسازه، بدبختیتون رو میسازه. آره، یا شکلات خارجی یا فلان فلان فلان. پس بنابراین بدونید خیلی چیزا هست که خیلی خیلی ساده است، سد که بشکنه دیگه جلوی رو نمیتونی بگیری. ما یک داستان خیلی کوچیک بود، بار دیدم دبستان فلانی حرفا بودش که یک شخصی در هلند زندگی میکرد و این شخص هر روز که مدرسه میرفت و برمیگشت باید از طرفای سد اونجا بره، چون آب دریا در اون منطقه بالاتر از زمین هاست، اونجا سد بستن که آب رو دور نگه دارن که بتونن پشت سرش زندگی کنن، یک کشاورزی کنن. و این کودک مثل که داشت رد میشده میبینه از یه جایی آب داره میاد، سعی میکنه جلو اون آب رو بگیره، هیچ چیز پیدا نمیکنه، خودش با دست خودش اون جلوی اونو میگیره، جلوی آبو همونجا میشینه. بعد دیگه همه مردم که خونه هاشون بودن میگن فلان پسر نیومده، برن میشن دنبالش کردن، بعد پیداش میکنن اونجا که این اسحار رفته نصف شب همچون نشسته دستشو اینطوری کرده که این سد نشکنه. حالا ما سد که نشکنه هیچی، در رو با کردیم، گفتیم بفرمایید، در رو با کردن بفرمایید، بفرمام زدن. وقتی که شما میدونید یک ملت نجیب، یک ملت از خود گذشته، یک ملت مهربان، یک ملت مهمان دوست هستید، از این سو استفاده میکنید. میگم مگه نگفتی مهمان دوست هستی؟ خب ما اومدیم اول چلو کباب فسنجون میخواییم، این بابا مهمونه اونطوری که نگفتیم، حالا خودتو تعمیل کردیم به بر تازه میگی چی هم میخواییم. بعدم میگم مگه شما نباید شکست نفس باشی؟ کفشم من بیار جفت کن اینجا، در ذهن میخوام برم اونجا، قلاب بگی سوار کولت بشن منو ببر فلان جا. به چشم خودمون دیدیم تمام اینها رو، شما ندیدین، شما هم دیدین، نمیخواین قبول کنین. وقتی که همه اینها رو از مملکت دور ریختید، همه رو، این افرادی که در تمام ذرات وجودشون جز خباثت و بدی نیست و نسبت به ملت ما به هیچ وجه نظر خوش ندارن، حالا در رو با کردی که بیان تو که چی؟ که فکر میکنی میخوایی مثلا به قول اون سرکار استوار چیز میگفت، چی میگفت؟ یه چیز بدل نم بزنم، یه چیز حق بازی بخواهی فلان بکنست، پولیتیک برد. چه قشنگ، چه قشنگ هم میگم در پولیتیک، پولیتیک. اجازه بفرمایید کسی رو زنگ کوشش اینا. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض کردم، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام آقای اجلالی، روز خسته نباشید. به 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 به، دوست عزیز، ما صدای شما رو خیلی خیلی وقت اینجا جاتون خالی بوده. زنده باشی، قربانت، محبت داری شما. یه کم از توشم یادی از ما کرد، ولی خب یه موقع که سیستم آقای سوزی عوض شده، یعنی من نمیدونم، فقط جنگ‌های بازپخش برنامه رو میبینم. خب خیر انشالله، ولی دیگه نمیتونم مستقیم الان این سیستم هم وارد نیستم، چجوری بگیرم بالاخره باید ساخت. انشالله خیر باشه، الحمدلله، تشکر میکنم. شما خانم آقای اوباما اول ریاست جمهوریش جایزه نوبل گرفت. بله، صلح نوبل. بله، درسته. بله، بعد از سخنرانی در اون دانشگاه الکسر مصر و بله. اینا بله، این برای صلح در گذشته بود این جایزه رو گرفت یا در آینده میخواد بیاد؟
سوال این هستش که معمولا در دنیایی که به دست اون افرادی داره اداره میشه که برای اینکه 8.5 میلیارد جمعیت دنیا رو اسیر خودشون بکنن، همیشه یک حرف رو برعکسش رو میزنن. توجه کردی؟ پس بنابراین وزارت جنگ میشه وزارت دفاع. بله. صلح میشه برای صلح، یعنی برای اینکه ما انقدر قوی باشیم تو سرتون بزنیم، ما به این میگیم صلح. و این آقای اوباما را هم چون میدونستم چه کسی هست، بهش هم تو جایزه قبلا دادن و ما دیدیم که چه فجایعی ازش تا حالا به بار اومده. بله، هر روز سوال تو منطقه تو خاورمیانه این همه بکش بکش و نمیدونم. بعد یه سوال بعدی اینه که چی شد که تو منطقه خاورمیانه ارتش های بزرگی مثل ارتش عراق و سوریه و حدودن مصر از پا در اومدن، از بین رفتن؟ بله، حالا مال ایران که توی جنگ 8 ساله خب صدمات زیادی رو تحمل کرد نیروی نظامی ایران، ولی خب سوریه برای چی؟ عراق برای چی؟ بله خب البته خب خوب میدونید که در اون منطقه یک افرادی در یک سرزمینی به نام فلسطین در سال 1945 وارد شدند و با یک قرارداد یا تعرفه آقای بلفورد به نام دکلریشن هست، بلفورد دکلریشن یا بلفورد دکلریشن هست، اینها اومدن و اجازه دادن به افرادی که از یک قوم مخصوصی هستند با یک عقاید به خصوص خودشون، اجازه دادن یا اون ور رو نگاه کردن و اینا رفتن و این سرزمین رو غصب کردن و از اون موقع تا حالا اگر 1 کیلومتر مربع بوده بهشون دستشون بوده، تمام اونجا رو به دست گرفتن و مردم رو هر روز دارن میکشن. آخرین فجایعشون هم این بوده که یک نفر حمله کرده به خونه یه نفر و آتیش انداخته تو اون، یه بچه کوچولو رو، بچه نمیگیم، نوزاد رو کباب کرده. پس برای خاطر این که باعث تأسفه که خون انسانهای بیگناه ریخته میشه. بله، بعد برای این که یک همچین سیستم ظالم، کودک کش، طفل کش بتونه در بقای خودش بمونه، عراق باید بشه صفر، سوریه باید بشه صفر، لبنان باید بشه صفر، ایران باید بشه صفر، مصر باید بشه صفر، که اینا بتونن نفس ساده بکشن. و به قول خود امام در ایران گفتن اینا کور خوندن، و این واقعا همینطور از این که ظلم پایدار نمیشه، همیشه حق بر باطل پیروز میشه و ما به هیچ وجه امید نداریم که کسی که با ظلم میخواد روی جمجمه‌های مردم قصر خودشو بسازه، این هیچ وقت پایدار نخواهد شد، مخصوصا در مقابل این فلسطینی ها که در نوار غزه دارن کشته میشن یا در کرانه غربی رود اردن دارن کشته میشن. آقای رئیس‌جمهور، الان 4-5 دولت سوریه با ارتش اسرائیل و ارتش نمیدونم ترکیه درگیر نیست که با ملت خودش، اون پدرش 30 سال حکومت کرد، یکی هم 15 سال، بابا بگو کن برو دیگه. بله بله، خودشون دارن همدیگر رو میکشن. کاملا صحیح، بله کاملا صحیح میفرمایید. ما اسرائیل رو نمیدونم حسن و حسین نداره. بله بله، خودشون رو دارن میکشن. کاملا صحیحه. من هیچ یادم نمیره در آمریکا زمانی که سیاها و سفیدها جدا بودن از هم و سعی میکردن که سیاه پوستها رو دور از مناطق اقتصادی و فلان این حرف رو نگردارن، همیشه صحبت سر همین بود که بابا ما سفید پوستها نیستیم که شما رو میکشیم، ببینید خود سیاه هم که خود سیاه رو میکشن، black on black crime بودین. بله، همین حقه هم اونجا بردن آوردن، یه در آوردن به قصد این یارو در سوریه حمله کردن، اونم داره به اینا حمله میکنه، این میدوه این ور اون بوده این ور، چرا؟ برای اینکه اونهایی که
فلسطین رو غصب کردن، سرزمین های فلسطین رو غصب کردن، راحت برای خودشون زندگی بکنن. حالا چه بلا سر فلسطینیا میاد، چه بلا سر سوریه میاد، چه بلا سر عراق میاد، چه بلا سر لیبی میاد، مصر میاد، مگه در مصر هر روز اینقدر کشت و کشتار نمیشه؟ و این ادامه خواهد داشت. و خود اونهایی که یهودی هستن، اونهایی که کلیمی هستن، اونهایی که حضرت موسی علیه السلام رو به پیغمبری قبول دارن و از تورات دارن اطاعت میکنن، ما با اونها هیچ چیزی نداریم، هیچ اختلافی نداریم. آقای اجدادی، موسی و عیسی و محمد تمام از یه خانواده، از یه ریشه هم، بالاخره اینا بعد کرد به هم رسیدیم ما به اینجا. درسته، بله. منظور من این هستش که وقتی آقای تیودور نم فلان من میاد و زاینیست رو شروع میکنه و میگه که بله، ما یک گروهی هستیم که ما رو خلق کردن که برای دنیا ما چیز بکنیم، اداره بکنیم، ما به دنیا باید تسلط داشته باشیم و دنیا رو رهبری بکنیم، اون موقع تمامی اشکالات پیش میاد. و هرزاگ، اسمش تیودو هرزاگ بود اسم این شخص، که اون به هر صورت از این چون زیاد وقتتون ندیدم، من چون گوش میکنم از همین را گوشی دارم درای شما رو گوش میکنم، تا دیده آخر وقت شما هم هست، به قول آقای سوردی روزگار غریب نیست نازنیم، چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ حالا شما از طریق کامپیوتر نمیتونید ما رو ببینید زنده؟ حالا چی شد آقای سوردی از اون اومد بیرون؟ آها، من نمیدونم چه سیستمی بوده ایشون اومده بیرون، ولی شما در حتی صدای ما رو میتونید از طریق تلفن بشنوید. یه شماره تلفن هزینه نه خیر، ایشون فرمودن نه، 231-460-1170 دارم، اون شماره دارن. بله بله، آقای سوربی گفتن فردا یه کاری میکنیم که بعد که شما بترید این چیزا رو ببینید. انشالله راما، من خیلی تشکر میکنم، خوشحال شدم صداتون رو شنیدم، سلام به دوستان، انشالله. مرسی جانم، مرمت عالی زیاد، تشکر زیاد، لطف عالی زیاد. بله دوست عزیز ما، هفته یه چند ماه هم شد قایم بودن و مثل یه سیستمی عوض شده یا نوعی شده یا چیزی شده که انشالله از طرف آقای سوربینا میتونن بررسی کنن ببینن چی شده که ایشون نمیتونه برنامه ما رو زنده بتونن ببینن. وقت ما به انتها رسید، گفتنی زیاد هست. موضوع سر این هست، آیا میخواهید آقای خود باشید یا میخواهید نوکری کسی رو انتخاب بکنید؟ این دوتا رو برای خودتون روشن کنید. وقتی روشن شد، وقتی ما این حرف رو میزنیم، باید پیکاره ما نوکری کنیم. این بچه های قدیم میگفتن شما میخوایید چیکاره بشید؟ یکی میگو من دکتر میخوام بشم، یکی میگو من میخوام آتش نشانی بشم، یکی میگو من پلیس بشم، یکیشون میگو من میخوام بگم بله آقا، گفت من میخوام yes man بشم، I wanna be a yes man. یعنی چی؟ میگو من میخوام نوکری کنم دیگه، خیالم هم راحت کردن. یا یکی میگه yes، یکی میگه yes. شما هم خیالتون رو راحت کنید، میخواید نوکر باشید یا میخواید آقا باشید؟ نوکری خفت میارد و خاری و بعدش هم نابودی و نیستی، و دیدیم آخرین قربانیش این آقای چیز بود، یاسر چیچی مال لیبی، اون آقا بود. بعد قبل از اون مبارک بود، قبل از اون شاه ایران بود، بعد از اون مبارک، ببخشید یارو حسنی مبارک، ببخشید اون یکی صدام حسین بود، بعد از اون فلان. بدونید ای ملت، ای مردم، آقای خود باشید و انشالله رحمان با خوشحالی و سلامت زندگی کنید. تشکر میکنم که اجازه دادید خدمتتون امروز رسیدیم و انشالله اجازه میگیریم تا هفته آینده خدمتتون برسیم. تشکر زیاد از حضور شما.
نه.